اسرار سلامتی تن و روان، برنامه از دکتر آتوسا مهدوی. با درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه تقدیمی اسرار تن و روان رو نظاره‌گر هستید. تقدیمی خانم دکتر آتوسا مهدوی که دارای دکترا در رشته کایروپراکتیک و بورد سرتیفاید در اینتگراتیو و بورد ممبر در اینتپ هستن. ایشون فارغ التحصیل در رشته یوگا هستن و مدیتیشن از هندوستان. خانم دکتر آتوسا مهدوی مشاور تندرستی و سلامتی هستن و متخصص تغذیه. ایشون همچنین آگاهی دارن به طب طبیعی درمانی و در طول 18 سال طبابتشون تجربهشون در کایروپراکتیک، فیزیکال تراپی، کلینیکال نوتریشن تا کنون باعث شده که بیش از 4000 مریض مراجعه کننده در زمینه های بیماری های چون آرتروز، دیسک، میگرن، سیاتیک، صدمات ناشی از ورزش و تصادفات اتومبیل و مریضی هایی که به صورت مزمن در آمدند رو درمان کنن و بهبود ببخشن. ایشون در زمینه بررسی موارد پزشکی هم استادی بسیاری دارن. از بیولی هیلز کایرو مد ویلنس با شماره 310-289-9770 310-289-9770 بینندگان عزیز. میریم به اعلام برنامه ایشون میپردازیم، برمیگردیم و صحبتمون رو آغاز میکنیم با خانم دکتر آتوسا مهدوی. با ما همراه باشید. دکتر آتوسا مهدوی کایروپراکتر و بورد سرتیفاید در طب جایگزین، مشاور تندرستی و سلامتی و متخصص تغذیه هر چهارشنبه 9 شب و سه شنبه 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس سری برنامه‌های خود را در خصوص درمان بیماری‌های چون آرتروز، دیسک، میگرن، سیاتیک، درمان صدمات ناشی از ورزش و دردهای تصادفات اتومبیل و درمان بیماری‌های مزمن به شما تقدیم می‌کند. اسرار سلامتی تن و روان. خب برگشتیم خدمت خانم دکتر آتوسا مهدوی عزیز که در برنامه‌های گذشته مورد استقبال بسیار شما بینندگان عزیز قرار گرفت. تماس بسیار داشتیم و سپاسگزار شما هستیم. روی صفحه می‌بینید شماره استودیو رو. اگر سوالی دارید در زمینه تخصص‌های ایشون میتونید تماس بگیرید با تلویزیون اندیشه و مطرح بکنید. در حال حاضر شماره 818-301-8000 در خدمت شماست. و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر عزیز. بسیار خوشحال هستیم که شانس و افتخار گفتگو با شما رو داریم. حالتون چطوره؟ متشکرم. قربانتون. سلام به بینندگان عزیز. خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. سپاسگزار خدمت از ماست. و اما دکتر، در برنامه‌های گذشته که ما صحبت می‌کردیم با هم دیگه، شما اشاره کردید به یک آزمایش خون بسیار جالب و متفاوت که دقتش واقعا متفاوت از این چیزهایی است که انجام میشه. و سپاسگزار میشم بفرمایید که در آفیس شما وقتی میان این آزمایش خون رو که در نوع خودش تافته جدا بافته است و میتونه خیلی از مشکلات، مریضی ها، کمبود ها رو مشخص بکنه، چون خیلی ها مشکلات مختلفی دارن ولی با آزمایشات معمولی مشخص نمیشه. ممنون میشم اینو لطف بکنید توضیح بدید بعد چطور میتونن بیان و به شما مراجعه بکنه. بله، این آزمایش خون خیلی یونیک هست به علت اینی که ببینید، شما اکثر پزشکان، اشخاص که تشریف برن پیششون و معمولا حال خوبی ندارن. حالا 100% نباید مریضی به خصوصی داشته باشن، ولی یه سیستمی توی بدن درست کار نمیکنه. اون حالت ما میگیم ویلنس یا ویل بینگ وجود نداره و به همین دلیل دکتر آزمایش خون چیز میکنه، سفارش میده و خیلی وقتا آزمایش خون که برمیگرده جوابش نرماله. بله بله. و دکتر میگه که من هیچ چیز ابنرمالی توی جواب آزمایش خون نمیبینم، ولی تمام چیزام نرماله. منتها با این وجود افراد یا خستگی شدید دارن یا دستگاه هاضمه‌شون درست کار نمی‌کنه، دستگاه گوارششون درست کار نمی‌کنه، یا مسائل هورمونی دارن،
از چیزهای از قبیل خوابشون بده، ریزش مو دارن، سردرد دارن، انواع اقسام مسائل پوستی دارن، چیزهای از این قبیل. یعنی چیزی نیستش که مثلا مرض قند یا فشار خون یا خدای نکرده چیزهای بدتر تو آزمایش خون نشون داده بشه. بسیار عالی. پس در حال حاضر اگر اجازه بدید ما یک مکس کوتاه داشته باشیم، بریم به آرم برنامه شما برگردیم، توضیح بیشتر رو در این زمینه لطف کنید برای ما بدید. مرسی. بریم به آرم. بله، برگشتیم خدمتون. اشاره به این داشتن خانم دکتر آتسا مهدوی که آزمایش خونی هست که به راستی یکتا و متفاوت است از چیزهای دیگری که موجوده وجود داره، که لطف میکنن توضیح میدن، چون اون باعث بسیاری از کمبودها، تشخیصها، بیماری های مختلف میشه بله. که بتونن بدونن چه مشکلی دارن. بله. واقعا در خدمتون هست. ببینید اتفاقی که افتاده به مرور زمان، همین جوری که سبک زندگی ها عوض شده و در حقیقت با استرس بیشتری همراه شده، نوع غذا خوردن بد شده، صنعت کشاورزی و دامپروری و محصولات غذایی انقدر حالت صنعتی و ماشینی پیدا کرده که همین جوری که شاید توی یکی دو تا از برنامه های پیش و تجاری بله تو برنامه های پیش هم گفتم، این مقدار نوتریانت و ویتامین هایی که در مواد غذایی باید وجود داشته باشه به طور طبیعی خیلی کم شده. یعنی آمار نشون میده اینو، و به همین دلیل به علت حتی سمومی که در محیط وجود داره، environmental toxins یا همون toxins هایی که در مواد غذایی وجود داره به علت مسائل شیمیایی که ازش استفاده میشه و غیر و ذالک، اتفاقی که افتاده همین جوری به تدریج در چند دهه اخیر این رنجی رو که حد نرمال آزمایش خون، یعنی اون میانگین نرمالی که مثلا میزان گلبول‌های قرمز خون یا میزان گلبول‌های سفید خون یا آنزیم‌های متفاوت جگر یا آنزیم‌های متفاوت کبد و چیزهای از این قبیل، همین جوری مثلا اگر نرمال عددش بین 10 تا 14 بوده مثلا میگیم، بله، همین جوری این رنج بزرگتر شده به علت اینی که به مرور زمان اکثر اشخاص، یعنی میخوام بفهمید دقت کم شده نه؟ یعنی دقت کم شده و یه چیزی رو به صورت بیسیک گذاشتن، بیسیک گذاشتن و این بیسیک هم همین جوری حالت اوریجش کش اومده. بله، حالت نرمال اوریج، خیلی درست متوجه شدی، کش اومده و به همین دلیل در حقیقت اون نرمالی که در آزمایش‌های خون معمولی دکترهای شما برای یعنی اشخاص متفاوت تجویز می‌کنن و جوابش میاد اب نرماله، میگن نرماله ولی در حقیقت اب نرماله. و توی این آزمایش خونی که ما انجام میدیم، ما از یک رنجی که یعنی نرمال‌های ما توی رنج اپتیماله، یعنی اون چیزی که وقتی که اون میزان‌ها یا میانگین‌ها در اون حد وسط که ما ازش استفاده می‌کنیم قرار می‌گیره، اون وقت انسان حال سلامتی داره، well-being، wellness رو، سلامتی رو احساس می‌کنه و تجربه می‌کنه، نه اینی که دائما یا از لحاظ دستگاه گوارشی ناراحتی داشته باشه یا ایندایجستشن داشته باشه یا مودی باشه، خوابش نبره، سردرد بگیره، لرز بدنش، حالت مثلا لرزش دست داشته باشه، ریزش مو داشته باشه، چاق میشه، لاغر میشه، کرونیک کانستیپیشن یا ایرتبل باول سیندروم، چیزهای از این قبیل که اصلا تو آزمایش خونم هیچ چیزی
آزمایش خونهای معمولی چیزی ابنورمال نیست. خودشو نشون نمیده. بنابراین این آزمایشی که ما انجام میدیم به علت اینه که از یک اپتیمال رنج استفاده میکنه و ما اکثر مارکرهای متفاوت تمام سیستم ها و ارگان های متفاوت بدن رو در این آزمایش اینکلود میکنیم، یعنی شامل میکنیم. به علاوه اینه که خیلی از ویتامین ها و نوتریئنت هایی رو که در بدن میشه اندازه گرفت در این آزمایش ما اینکلود میکنیم. خیلی جالبه. سیستم های دیگه این رو ندارن نه؟ اگر که پزشک اون سیستمی رو داشته باشه که بخواد اینا رو اوردر بده، مثلا بخواد در آزمایش خون اینکلود بکنه که ویتامین دی شخص پایینه یا بالاه، یودش پایینه یا بالاه، کلسیومش پایینه یا بالاه، ویتامین B12ش بالاه یا پایینه، در اون صورت میتونه. کمبود هر کدوم از اینا چقدر میتونه مشکل به وجود بیاره؟ همون ویتامین دی که گفتید خیلی موارد مختلف مثل حتی افسردگی رو موجب میشه اگه کمبود داشته باشه. یکی از چیزاشه. یا B12 باعث ریزش مو میشه، مشکل شکنندگی ناخن رو به وجود میاره. و اصولا خیلی چیزای دیگه. B12 حتی در سیستم عصبی تاثیر بسیار زیادی داره، یعنی در عصب ها، نرف ها، و اصلا ربط داده شده حتی به دیپرشن. و به همین دلیل توی این آزمایشی که ما انجام میدیم نه تنها از یک اپتیمال رنج استفاده میکنیم، یعنی یک رنجی که اپتیمال، یعنی اگر بدن در بهترین مرحله خودش داره کار انجام میده، این عددها توی اون اپتیمال رنج خودش رو نشون میده. و هر چیزی که توی اپتیمال رنج نباشه اون موقع ما دستورالعمل‌هایی داریم، پیشنهاداتی داریم که از لحاظ از روش‌های طبیعی استفاده می‌کنیم. حالا تغذیه یکیشه، نوتریشن یکیشه، ساپلمنتیشن یکیه، مکمل‌های غذایی، غذایی و اینا. و بعد دوباره که آزمایش انجام میشه می‌بینیم که چجوری از رنج‌هایی که ابنورماله میاد میره توی اپتیمال رنج. چه جالب، یعنی مثل بیفور ان افتر. بله بله. پزشکان زیبایی که قبل و بعد رو نشون میدن، اینم روی کاغذ و مشخص و شخص میتونه کارنامه اعمال بدنی خودش رو ببینه. بله، یعنی یه چیزی هستش که بر حسب چی میگن ساینتیفیک اپروچه و شما داکیومنت میکنید، تمام عددها وجود داره. و بعد از اینی که شخص از یک دستورالعمل‌هایی رو دنبال میکنه، بعد از مثلا یک چیزی حدود 6 ماه ما این تست دوباره انجام میدیم. بله. و بعد میبینیم که چه چیزهایی ایمپروف کرده، چه چیزهایی همونقدر مونده، و بعد باز روش‌های دیگه‌ای برای اگر چیزی عوض نشده باشه اون وقت از روش‌های دیگه استفاده میکنیم. ولی این آزمایش خون بسیار آزمایش خون یونیکی هستش و اکثر پزشکای MD رو انجام نمیدن. یا باید شما نوتریشنیست باشید یا در اینتگریتیو مدیسن که تخصص من هست یا آلترناتیو مدیسن مشغول تبابت باشید که این نوع تست رو انجام بدید. در واقع خیلی ریز بینی بیشتری است در این آزمایش یا خیلی دیتیل اورینتد تر هست و میتونه واقعا به قول خودمون یک ضرور مسئله شیرین فارسی است، مو رو از ماس میکشه بیرون. دقیقا. نه این دقیقا همونی. بله. یعنی این ضرور مسئله انگار اصلا برای این آزمایش ساخته. بله. شده. بله. و میتونه تمامی مشکلات، کم و کاستی های شما رو تشخیص بده و من فکر میکنم این خیلی میتونه خوب باشه، مخصوصا بعد از اون شما میتونید با کمک هایی که خانم دکتر آتسا مهدوی به شما میکنن، چه در زمینه هایی که مطرح شد، چه مکمل های غذایی که ایسوی یا ساپلیمنت هایی که ایشون ارائه میکنن، اون کم و کاستی ها رو برطرف بکنید. خیلی ها مثلا دوستانی هستن که کمبود ویتامین دی دارن ولی فکر میکنن که مثلا با خوردن مواد غذایی یا حتی بودن در آفتاب این جبران میشه، ولی مشخص شده که در همین آمریکایی که ما زندگی میکنیم چقدر از افراد دچار مشکل ویتامین دی هستن. بله. و متاسفانه این چیزایی که شما میبینید، شعارهایی که روی مثلا بطری شیر هست یا هر چی که این اضافه ویتامین دی بهش شده، کلسیم، اینها رو تو رو خود باور نکنید، نخرید به این راحتی. نمیشه خیلی با خوردن مواد غذایی همه اینها رو جایگزین کرد. بله. چون درصدش به اون اندازه نیست. بله. سپاسگزار میشم اینو یه مقدار توضیح بدید شما. بله، و مکمل های غذایی که شما ارائه میکنید. بله. ببینید شما اگر که میگم شاید توی چند تا برنامه گذشته بود آمار FDA
و هم در FDA در امریکا و هم آماری که در انگلیس گرفته شده در مورد درصد چیزهایی مثل مثلا آهن کلسیوم در مواد غذایی متفاوت ویتامین سی پتاسیم مگنیزیوم در مواد غذایی متفاوت. این آماری هستش که خود FDA و خود ایکوال FDA در انگلیس حدود استادی که انجام دادن 80 سال پیش یا 100 سال پیش رو با الان مقایسه کردن، درصد میزان کلسیوم در مواد غذایی متفاوت، پتاسیم در چیزهای متفاوت، مگنیزیوم، و به این نتیجه رسیدن که یک چیزی بین، بسته به اینه که چی رو داریم راجبش صحبت میکنیم، یک چیزی بین 20% تا 50% میزان این نوتریانت ها در مواد غذایی متفاوت پایین اومده. یعنی شما به صرف اینی که مثلا موز دارید میخورید، پتاسیم کافی به بدن شما نمیرسه. به خصوص اون کمبود برای اینی که جبران بشه به طور روزانه شما باید 5 تا موز بخورید که اون پتاسیم شما در ظرف مثلا یک مدت 5 ماه به میزان نرمالش برسه. خب مسلماً همچین چیز غیر عملی هستش. یا برای اینه که مثلا ویتامین سی کمبود ویتامین سی تونو جبران بکنید، باید روزی مثلا 5 تا پرتقال بخورید که اون جبران بشه. ولی خب خود این غیر عملی هستش. بله. و بعد اون میزان اسیدیتی که به علت اون همه اورنج جوس در بدن شما هست، اون شکری که در اون هست و همین گونه موز، یعنی این آماری هستش که نشون داده شده که میزان اینها در غذاها اومده پایین. بله. و برای جبرانش به خصوص وقتی که کمبودها به یک مرحله رسیده که بدن سیمتوماتیک شده، یعنی از لحاظ فیزیولوژی بدن دیگه به یه حدی رسیده که با این کمبودها خودش نمیتونه کنار بیاد و نمیتونه خودش این رو جبران بکنه، اون موقع شما در یک مرحله هستید که به طور فوری باید کاری انجام بدید که این کمبودها جبران بشه. بعد که به حالت نرمال میرسه، بعد اون موقع شما بله میتونید، اون موقع البته اگر پیش پزشکانی مثل من مثلا بیاین برای اینی که این کمبودها جبران بشه، از روی آزمایش خون که جلو میریم، نه تنها بر حسب آزمایش خون شما و جوابی که توی آزمایش خون میاد، همینجور اون معایناتی که از شما انجام میشه، اون سوالهایی که از شما انجام میشه، ما یک کوئسشنر 5-6 صفحه‌ای داریم که یک سری سوالهای خیلی مشخصی ما بهش میگیم سیمتوم سروی از افراد میشه که خود اون یک عالمه کلوه، در واقع علائم اولیه، علائمه که پیشرفت یک سری ناراحتی ها رو در بدن داره نشون میده. ما طبق اینها یک دستور عمل بسیار یونیک و ایندیویدوال برای شخص میدیم، چه غذایی بخوره چه غذایی نخوره، چه جاله، چه گیاهایی بیشتر برای او مفید هست، چه گیاهایی حالت غذایی بیشتر داره، حالت مثلا مدیسنال نیستش، چه اربهایی باعث میشه که اون ارگان ها یا سیستم هایی که در بدن ضعیف شده به علت یه سری کمبودها، به علت لایف استایل غلط، به علت ورزش نکردن، به علت تاکسیسیتی توی بدن. و بعد ما نه تنها یه دستور عمل غذایی میدیم، ما به اینها رو روی پروگرام های دیتاکس و کلینزینگ میذاریم که در این حال بدن تصفیه بشه، سمزدایی بشه بدن تصفیه بشه. متفرجم. و روش های متفاوتی داریم برای این سمزدایی، و حتی اون سموم، خیلی از سموم مشخصی رو ما با یک تستی داریم که یک مقداری از مو رو ور میداری، البته مو نباید رنگ شده باشه، البته برای خانوم ها که موهاشون رو رنگ میکنن، ما موهای بدن رو از قسمت های دیگه ور میداریم. و این از طریق آزمایش این موها ما تاکسیسیتی های متفاوت در بدن رو
اندازه هاش رو حتی میتونیم برای ما مشخص میشه و بعد با سیستم های متفاوت بسته به اینی که تاکسیسیتی در این شخص چقدر بالا هست کلینز های متفاوت هست. چقدر پس میتونه واقعا دقیق باشه؟ خیلی میتونه دقیق باشه. یه موردی رو اشاره کردید دکتر در ارتباط با همین آزمایش خون که من میبینم در جامعه ایرانی در محاورات میبینم این چقدر مسئله است. خیلی افراد سوال دارن که حالا این مشکلاتی که دارن چه مواد غذایی باید استفاده کنم و من بارها میشنوم که تماس میگیرن از اون پزشک مربوط همش این رو میپرسم و اون رژیم های غذایی چقدر میتونه واقعا کمک بکنه، به دلیل که من فکر میکنم بهبود ما خیلیش در خود طبیعت نهفته است. یعنی موادی که وجود داره که ما خودمون با انتخاب خودمون و خواسته خودمون اون رو وارد بدن میکنیم و اگر بدونیم هر کدوم از اینا چه نقشی بازی میکنه و چه کار باید بکنیم چقدر میتونیم کمک بکنیم به بهبود خودمون واقعا. ببینید یک در حقیقت به طور کلی، چون میگم من بسته به اینی که هر شخصی ناراحتی هاش چیه، بسته به اینی که آزمایش خونش چی نشون میده، بسته به اینی که چقدر تاکسیکه بدنش، بسته به عادتهای متفاوتی که داره، سیگار میکشه، مشروب میخوره، شکر چقدر استفاده میکنه و غیر ازالک. پس افراد دیابتی هم خیلی میتونن از شما کمک بگیرن. 100%. الان که یه دفعه گفتید. ببینید یک سری دستور عملهای کلی هست که هر شخصی که این دستور عملهای کلی رو دنبال بکنه به تدریج سلامتی رو در بدن خودش میتونه احساس بکنه و برگردونه. چون به طور کلی ما چه راجع به آرتروز حرف بزنیم، چون ما هفته پیش راجع به آرتروز و هفته پیش صحبت میکردیم، هفته پیش و هفته قبلش، که خیلی میخواستیم به اون راه حل‌های که در مورد آرتروز وجود داره صحبت بکنیم که باز حالا میتونیم بهش اشاره میکنیم. ولی هر در هر صورت وقتی که آرتروز یا تمام کاندیشن هایی که ما بهش میگیم دیجنراتیو صحبت میکنیم، هم شامل آرتروز میشه، هم شامل کانسر میشه، سرطان جزء دسته از دیجنراتیو دیزیز ها هستش. کرونیک، هر مریضی که کرونیک هستش، یعنی به صورت مزمن در اومده من. تمام بیماری های آتو ایمیون، تمام خیلی از بیماری های هورمونی، اضافه وزن، چاقی مزمن و ناراحتی های دستگاه گوارشی، خیلی از سردردها که مربوط ارتباط مستقیم داره با درست کار نکردن دستگاه گوارشی، چیزهایی از قبیل irritable bowel syndrome، چیزهایی مثل colitis، تمام اینها یک نوع در بدن اتفاقی که میفته inflammation یا تورم میره بالا. یعنی شما چه یک شخصی رو که سرطان داره بهش نگاه میکنید، چه یک شخصی رو که دایبت داره، چه یک شخصی که هایپرتنشن داره، چه یعنی فشار خونش بالا، چه یک شخصی که ناراحتی قلبی داره، تمام این مریضی ها و آرتروز، تمام این مریضی ها اینفلمیشن در بدن رفته بالا، اسیدیتی بدن رفته بالا و تمام این موردهای متفاوت از یک دستور عمل کلی از لحاظ غذایی میتونن استفاده بکنن. که من میخواستم امروز همین دنباله بحث آرتروز که بود، در این حال یک مقداری راجع به راه حل های تغذیه و نوتریشن و اربز و از این قبیل صحبت، یعنی گیاهان مختلفی که میتونیم مورد استفاده قرار بدیم برای این منظور خاص. من میبینم خطوط ما روشن هست. اگر که اجازه بدید به بینندگان عزیز هم پاسخگو باشیم، بعد بپردازیم به آرتروز و مواردی که شما دوست دارید یادآور بشید. من شماره مطب خانم دکتر آتسا مهدوی رو در ارتباط با این آزمایش یکتای خون که اشاره کردم که از دقت بسیار زیادی برخوردار هست و همچنین مکمل های غذایی که دارن غیر از کارهای دیگری که انجام میدن، میدونیدشون کایروپراکتر هستن و
بورد سرتیفاید هستن در اینتگریتیو مدیسن و بورد ممبر در این مورد خاصشون. فارغ التحصیل رشته یوگا هستن و مدیتیشن از هندوستان کلاس‌های یوگا دارن تدریس میکنن. خودتون اگر دوست دارید شرکت بکنید در سشن‌های مختلف که میتونید تماس بگیرید و بپرسید. مشاور تندرستی و سلامتی هستن و متخصص تغذیه. به همین دلیل اگر شما بیایید و مراجعه بکنید این آزمایش مخصوص رو انجام بدید، توسط پلن غذایی یا راه روش غذایی که برای شما خواهند چید و مکمل‌های غذایی واقعا میتونن بدن شما رو به یک بالانسی برسونن. شماره مطب شون رو خدمتتون عرض میکنم: 310-289-9770 310-289-9770 بینندگان عزیز، و شماره استودیو 818-301-8000. اگر اجازه بدید به خطوط بپردازیم، بعد به یک بریک کوتاه میپردازیم و برمیگردیم. جانم بفرمایید بیننده عزیز، تشریف دارین؟ دوست عزیز؟ خب گویا نیستن با ما. جانم بفرمایید. شب بخیر خدمت شما و خانم دکتر. من یه سوالی داشتم، خیلی سعی میکنم، البته دو سه سال دارم، سعی میکنم خیلی سریع بگم. خواهش میکنم. من حدود یه 15 سالی ازش دیابتیش دارم و نمیدونم این از چه شروع شده، ولی حدود 20 سالی هستش که من ویژیتریان هستم. نه ویژیتریان به خاطر اینکه دیابتیک دارم، ویژیتریان هستم به خاطر ابکار کلم، یعنی نه اینکه بخواد کمک کنه یا نمیدونم البته چی جوری هست. بله بله. من میخواستم ببینم اولا با این روشی که خانم دکتر دارن من میتونم، چون انسولین میزنم، از انسولین بیام کنار، یعنی با یه حالت دیگه داشته باشم، و اصولانم دوست ندارم، چون هر دلیم میرم دوست ندارم زیاد از این برس و این چیزا بود به قول معروف یا سوپلای که هست استفاده کنم، و دوست دارم همیشه روی ارگانیک و میوه و با این چیزا هستم. بله. خب متاسفانه همیشه من دیابتیکم بالاست از زمانی که. خب ببینید، ما سوال شما رو متوجه شدیم، بیشتر جنبه توضیحی پیدا کرد. اگه دوست داشته باشید سوال اول رو متوجه شدن خانم دکتر، سوالات دیگر رو هم میخواین مطرح بکنید و بعد اگر سوالی دارن از شما بپرسن. بله، من فقط یه سوال دیگه بکنم، میخواستم ببینم این آزمایشی که، چون من که حدود 2000 مایل با ایشون فاصله دارم، این آزمایشی که میگن که میتونن همه چی رو دادم بدون از کجا شروع کنه، اسمش چی هست؟ یعنی که من میتونم این از اینجا بگیرم یا اینکه به دفترشون زنگ بزنم اونجا؟ خواهش میکنم. دکتر سوالی داری ازش؟ اگه سوالی نیست من از تلویزیون گوش میکنم. مرسی، از تلویزیون جواب رو بشنوید. با سپاس فراوان از شما، متشکرم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. این آزمایش خون چیزی هستش که ما پریسکریپشنش رو میتونیم برای آزمایشگاه فکس بکنیم. پریسکریپشنش، و بعد اون سیمتم سورویمون رو تلفنی ما میتونیم خودمون با مریض کانسلتیشن داشته باشیم و پر بکنیم، یعنی اگر ایشون اینجا نیستن. و بسته به اینی که کدوم شهر هستن، اون آزمایشگاه به خصوصی که با ما کار میکنه اسمش از لاب کورپ، و اون آزمایشگاه مشخص تو شهرهای متفاوت امریکا وجود داره. منتها اگر ایشون به آفیس ما زنگ بزنن، اون وقت ما میتونیم بفهمیم که ایشون کجا زندگی میکنن و بعد نزدیکترین لب کورپو براشون پیدا بکنیم و بعد آزمایش خون و ما پریسکریپشنش رو فکس میکنیم به لب کورپ و ایشون تلفنی کانسالت میکنن. خب پس اینجوری این سوال ایشون باعث شد که ما یه نتیجه بسیار خوب دیگه هم بگیریم، که دوستان عزیزی که در ایالت‌های دیگه هم هستن، باید اگر واقعا میخوان یک آزمایش بسیار دقیق بکنن و اون کم و کاسی‌های خودشون رو بدونن یا احیانا مواردی که هست، میتونن تماس بگیرن با مطب خانم دکتر آتسا مهدوی و ایشون در این زمینه کمک رسانشون خواهد بود در استیت های مختلف. این امکان وجود داره؟ بله دکتر، لب کورپ در تمام استیت ها هست. حالا اگر که شخصی جای زندگی میکنه که باید دید مثلا یه ساعت باشون فاصله داره، نیم ساعت باشون فاصله داره، دیگه بسته به اینی که شخص کجا زندگی میکنه، لب کورپ یه آزمایشگاهی هستش که تو تمام شهرهای امریکا وجود داره. خب من شماره تلفن رو پس یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم: 310-289-9770. و اما سوال دیگر ایشون. بله، سوال اول راجع به اینه که ایشون اینسولین دیپندنت هستن، یعنی اینسولین مصرف میکنن. ببینید، شما اینجوری نیستش که یه هویی بخواین یه دارو رو بذارید کنار.
اولا به مرور زمان باید باشه و بعد باید زیر نظر پزشکتون باشه، یعنی نه تنها اون پزشک که شما الان پیشش هستید و دائما شما رو آزمایش میکنه و به شما اینسولین رو میده، در این حال اون آلترناتیو پزشک طب جایگزینی که داره با شما کار میکنه و با دستورات غذا، تغذیه، اربز، ویتامینز و چیز طولهای از این قبیل با شما داره کار میکنه و شما دائما خونتون رو آزمایش میکنن، مقدار اینسولین، مقدار شکر و